بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام و درود خدا به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی و با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور همه شما بینندگان ارجمند، شکر و سپاس به درگاه حق برای توفیقی که بار دیگر نصیب این حقیر شد که بتوانم که با شما درباره سوالاتی که مطرح فرموده بودید پاسخگو باشم. سوالایی که مطرح شده بسیار بسیار ارزشمند و ریشه‌ای و بسیار مهم است در بالا بردن ضریب صحت فهم ما از مطالب و مفاهیم قرآنی. قبل از شروع برنامه به توضیح سرور ارجمندی که توضیح داده بودند که برنامه ها بسیار سودمند است اما مطالب یک مقداری ثقیل و مشکل است و این اشکال باعث می شود که مطالب کاملا مفهوم نشود و تقاضا کردند که اگر امکان دارد مطالب رو تا حدودی آسان‌تر و ساده‌تر بیان کنیم. چنین خواهیم کرد، ولی توجه داشته باشید که هر چقدر که مطالب ساده‌تر بخواهد بیان بشود باید که گسترده تر بشود و بازتر بشود و حجم برنامه بیشتر خواهد شد و طول مدت برنامه ممکن است که از حوصله افراد خارج باشد. به این لحاظ است که ما در یک بنبستی قرار داریم که زمان رو با دشواری کلمات چطور آشتی بدهیم و چطور مطالب رو گسترده تر کنیم یا ساده تر کنیم بدون اینکه واقعا وقت بیشتری گرفته بشه از برنامه ها، چون ما الان تعداد شاید بیش از 65 سوال مهم داریم که همینطور به تعویق افتاده، مطالبی که آماده شده در ارتباط با ادامه تدریس قرآن به صورت مرتب عقب افتاده و ما مجبور هستیم که مطالب رو تا حدودی فهرستوار بیان کنیم که به صورت یادداشتی باقی بماند، ولی در این حال چشم سعی میکنم تا اونجایی که امکان دارد بتوانم که مطالب رو به سادگی بیان کنم. اولین سوالی که مطرح فرموده اید در ارتباط با موضوع آزادی بیان از دیدگاه قرآن است. آزادی بیان در قرآن به عنوان یک حق اساسی و یک مبنا و پایه حق و ناس تلقی شده و یکی از پایدارترین و استوارترین حقوقی است که به بشر داده شده و اساساً همه مسئولیتی که انسان در مقابل خدا پیدا می‌کنه به مناسبت این است که انسان دارای حق بیان است و دارای علم بیان است و علم بیان حق انسان است و اگر انسان علم بیان نمی داشت و اگر انسان حقی به بیان نمی داشت و اگر آزادی بیان حق اساسی انسان نمی بود، انسان هیچ نوع مسئولیتی در مقابل خدا نمی داشت
و هیچ نوع تکلیف و تحمیلی بر انسان روا نبود و انسان موظف به انجام هیچ عملی نمی بود و اساساً ارشاد و هدایت در مورد انسان مؤثر و لازم نبود، چون انسان باید حق بیان داشته باشد، آزادی بیان داشته باشد تا بتواند هم یاد بگیرد هم یاد بدهد، هم تعلیم بپذیرد و هم تعلیم بدهد. و انسان در مقابل این امکان دارای مسئولیت می شود و اگر مسئولیت خودش را انجام ندهد، اون وقت برای او مکافات و عقوبت خاص در نظر گرفته شده. یعنی اصل معاد، اصل رستاخیز و اصل قضاوت و اصلا توجیه وجود عقل و هدایت که قرآن کتاب اون باشد و ارشاد که قرآن دستورالعمل اون باشد، همه اینها بر یک محور، محور واحد استوار است و اون آزادی بیان به عنوان یک حق است. اگر ما آزادی بیان نمی داشتیم، نه چیزی می فهمیدیم، نه می توانستیم بفهمانیم و نه قدرت ارشاد شدن داشتیم، نه قدرت هدایت شدن داشتیم، نه چیزی یاد می گرفتیم. و مهمتر از همه، اگر ما حق بیان نمی داشتیم، موضوع عقل که به انسان داده شده یک امر بی مورد و بیهوده و بی خاصیتی می شد، چون عقل به عنوان یک وسیله و اهرمی است که نیروی بیان با آزادی بیان رو مورد استفاده قرار می دهد. و اگر عقل نباشد، بیان فی نفسه به عنوان یک وسیله است که فاقد راننده و گرداننده است. و اگر عقل باشد اما آزادی بیان نباشد، در واقع کار این راننده یا کار این گرداننده عملی و ممکن نیست. آزادی بیان مثل یک اتومبیل است، عقل مثل یک راننده اتومبیل است که عقل است که اتومبیل رو به اطراف یا به جهات مختلف یا به اهداف مختلف هدایت می کند. اگر عقل و بیان هر یک حاضر نباشند، موجود نباشند، وجود دیگری بیهوده می شود. و بسیار توضیحات اضافی که شاید در برنامه هایی که اختصاص به این کار بدهیم، در اون برنامه ها با شما مطرح می کنیم. همانطور که بارها در این برنامه ها ذکر شده، قرآن یک حق واحد رو به عنوان حق اصلی مبنای شناخت قرار میده و اون حق حیات است. که اگر حق حیات نباشد و اگر حیات وجود نداشته باشد، هیچ کدام از این تکالیف و وظایف و حقوق و امتیازات و امکانات و احتیاجات و تعاملات و مسائل تبیینی، روشنگری یا بیان یا حتی خود قرآن وجود پیدا نمی کنند، لزوم پیدا نمی کنند. تصور کنید که اصلا نوع بشر رو خدا نمی آفرید، احتیاجی به قرآن نبود اون وقت. قرآن برای بشر آمده، بشر برای قرآن نیامده. اگر بشر وجود نمی داشت، قرآنی هم وجود نمی داشت. قرآن برای رفع احتیاجات بشر است، برای هدایت بشر است، برای این است که به بشر یاد بدهد چگونه تبیین کند، چگونه روشنگری کند، چگونه از بیان استفاده کند. وجود قرآن
در ارتباط با وجوب آزادی بیان است. در این مورد بسیار صحبت می شود کرد. اما اسلام و قرآن یک حق اساسی به نام حق حیات رو به رسمیت می شناسد. سایر حقوق به خاطر حفظ حق حیات است. یعنی حق حیات زمانی حفظ می شود که شما حق معاش داشته باشید، حق نفس کشیدن داشته باشید، حق اشتغال داشته باشید. حیات وقتی حفظ می شود که شما حق ازدواج داشته باشید، حق تولید مثل داشته باشید، حق حفظ صیانت فرزندان خودتون رو داشته باشید که این حیات ادامه پیدا کنه. و بعد شما احتیاج به علم دارید، احتیاج به شغل دارید، احتیاج به امنیت دارید، احتیاج به تعالی دارید و بسیاری از حقوق دیگر که همه اینها برای نگه داشتن در واقع حق حیات است. یعنی اگر حق حیات رو بر تاروک و بر رأس ساختمان حقوق بشر قرار بدهید، همه حقوق انشعابی و همه حقوق پایه‌ای در واقع نگه دارنده آخرین طبقه این ساختمان حقوق بشر هستند و اگر هر کدام از این طبقات موجود نباشد، ساختمان فرو می ریزد. بنابراین حق حیات مهمترین و در بر گیرنده ترین حقی است که قرآن به اون اشاره می کند و دو حق اصلی که از حق حیات منشعب می شود، یکی حق مالکیت امانی است و یکی حق آزادی است. آزادی، آزادی تن، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی حیات، آزادی اشتغال، آزادی ازدواج، آزادی سفر، آزادی ایجاد درآمد، آزادی داشتن عقیده، آزادی داشتن دین و در مقابل همه اینها داشتن آزادی یا حق داشتن امنیت. حق و آزادی در جای یکدیگر بسیار استفاده می شود در تبدیل و تبادل و نوعاً از یک خانواده هستند. حق بیان مهمترین حقی است که حق حیات رو حفظ میکنه. یعنی حق بیان پایه و اساس تشکل حق حیات است و بدون حق بیان حق حیات وجود ندارد و خود حیات هم وجود نخواهد داشت. در سوره 55 قرآن که سوره الرحمن است، در اونجا می‌فرماید که رحمان معلم قرآن است، تعلیم دهنده قرآن است و انسان تعلیم گیرنده قرآن است، متعلم قرآن است و قرآن علم است و این علم رو خدا به عنوان معلم به انسان به عنوان شاگرد تعلیم داده است و انسان در بعد استعداد خودش عالم بر این دین است و عالم بر این کتاب است و انسان علمی که در استعداد او نهان شده و علم کل اسما است که در استعداد او نهان است، می تواند به نیروی عقل تبیین کند، یعنی روشن کند. یعنی انسان دارای عقل است و دارای حق است و دارای امکان است که به نیروی عقل به خزانه استعداد خودش مراجعه بکند و از این خزانه استعداد خودش علم قرآن رو استخراج کند. روش و ترتیب استخراج علم قرآن
از استعداد و فطرت انسان روش تبیینی است، روش روشنگری است. یعنی علم در استعداد انسان وجود داره، ولی انسان این علم رو تبیین میکنه، روشن میکنه، آشکار میکنه، مفهوم میکنه، یا به بیان دیگر بیان میکنه. چیزی که بیان میشود یعنی روشن میشود، آشکار میشود، قابل فهم میشود، یعنی فهم حاضر به ظاهر انجام میشود. چیزها وقتی در مفهوم ظهور پیدا میکنند و انسان به نیروی عقل بر اون ظهور حضور پیدا می کند، حاضر می شود عقل انسان در یک موضوعی و اون موضوع رو مفهوم عقل می کند. همه چیز در تاریکی وجود دارد، ولی رفع تاریکی باعث استخراج مفاهیمی می شود که در تاریکی وجود دارد. به عنوان مثال عرض می کنم، نگاه بکنید که در یک اتاقی ساعت مچی شما وجود داشته باشد. در اتاق تاریک شما این ساعت رو نمی بینید. این است که وجود یا عدمش برای شما بی تفاوته، چون شما هیچ نوع دسترسی به اون ساعت مچی در اتاقی که کاملا تاریکه ندارید. این دلیل بر این نمی شود که ساعت در اون اتاق وجود نداشته باشد. اگر ساعت رو علم بنامیم، در مثال این علم در این اتاق که در واقع استعداد شماست پنهان است، اما وجود دارد، غایب نیست، حاضر است اما ظاهر نیست، اون وقت عقل یا در این مثال یک چراغ قوه، یک روشنایی بخش، یک کلید برق، یک نیروی برق، آفتاب، خورشید، روز، یک وسیله ای که روشنایی بتابد به این اتاق تاریک و در سایه اون روشنایی و تابش شما بتوانید که اون ساعت مچی رو که احتمالاً در گوشه ای از این اتاق افتاده ولی وجود داشته پیدا کنید. به این تابش و به این تابندگی و به این روشن کردن تاریکی و در روشنی ساعت مچی رو پیدا کردن اصطلاحاً تبیین میگویند. تبیین با خلق و ایجاد تفاوت میکند. در خلق و ایجاد شما یک چیزی رو به وجود می آورید. در تبیین شما یک چیز موجودی رو پیدا می کنید. ظرافت واژه هایی که در قرآن به کار رفته قابل تعمق است، که انسان متوجه بشود که آیا انسان علم قرآن رو، قرآن میگوید این علم است، الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن رو تعلیم داد، بنابراین قرآن باید علم باشد که رحمان معلم او باشد و این علم رو معلوم فطرت انسان کند و انسان عالم بشود در فطرت و در استعداد بر این علم. حالا علم قرآن یا علم کل اسما که در سوره بقره آیه 39 میگوید این علم در نهانخانه وجود انسان، در ضمیر انسان یا در فطرت انسان موجود است و تضمین قرآنی دارد. انسان رو خلق کرده و این علم رو بهش آموخته، اما این علم هنوز علم ظاهر نیست و برای انسان علم حاضر هم نیست. یعنی انسان حضور این علم رو
در فطرت خودش احساس نمی کنه. اون وقت علم دیگری به انسان داده شده به نام علم بیان، علم روشنگری، علم تابش، علم تابندگی، علم خورشید، علم نورافشانی، که با اون علم و به لحاظ اون علم انسان میتواند که مثل یک چراغ قوه، مثل یک چراغ دستی، مثل یک نورافکن مراجعه بکند به نهانخانه فطرت که در اونجا همه علوم قرآن و همه علوم مربوط به علم اسما، کل اسما در اونجا هست، روشن کنه فطرت خودش رو و در فطرت روشن خودش همه علوم رو در اونجا یافت کنه، پیدا کنه. به این لحاظ است که میگوید که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، و به او بیان یاد داد. روش روشن کردن و روشنگری و در واقع حاضر ساختن و ظاهر ساختن آموخت. این اهمیت بیان در قرآن است و هیچ حقی در کنار حق حیات به ارزش و اهمیت حق بیان نیست، و اگر حق بیان را از انسان بگیرند هیچ حق دیگری برای او باقی نمی ماند و حیات انسان هم منتهی می شود به حیات زیر انسانی، پایین تر از انسان، و اصلا انسانی به جا نمی ماند اگر حق حیات، حق بیان وجود نداشته باشد. حق بیان وجود نداشته باشد. آزادی بیان به وسیله حق بیان بایستی که محقق بشود و به ثمر برسد. بیان به معنای نیرو و توان و علم و تکنیک و فن نیست که با کاربرد آن فطرت‌های پوشیده باز و مفتوح می‌شوند و انسان به خزانه استعدادهای درونی خودش پی میبره. و در واقع بیان وسیله ایست که علم انسان را از قوه به فعل تبدیل میکنه و به قوه علم انسان فعلیت میبخشه. بیان میتواند که از طریق گفتار، گفتن، از طریق شنیدن، از طریق تعلیم دادن، از طریق تعلیم گرفتن و از طریق تجربه کردن و مجموع همه اینها از طریق معارفه و تبادل اندیشه و تعاطی افکار به وجود بیاد. یعنی وقتی که میگوییم ما باید دارای آزادی بیان باشیم، باید آزادی داشته باشیم که یاد بگیریم، یاد بدهیم، تجربه کنیم، معاشرت کنیم و معارفه داشته باشیم. یعنی من بتوانم که از تعلیم شما برخوردار بشوم، شما بتوانید از تعلیم من برخوردار بشوید. تعلیم با تفتیش عقاید فرق می کند. ما حق نداریم از شما بپرسیم چه عقیده ای دارید، ولی باید دارای آزادی باشید شما که بتوانید عقیده خود رو بازگویی کنید، و من هم باید دارای آزادی باشم که بتوانم عقیده ای که شما بیان می کنید بشنوم. و به این ترتیب هم حق حفظ اسرار شما محفوظ باشد و شما مالکیت امانی داشته باشید به عقاید و اندیشه های خودتون، اما هر وقتی که خواستید اونها رو به دیگران هم بیاموزید، این حق رو باید داشته باشید که
عقاید خودتون رو بیاموزید. فرض کنید که شما میخواهید که راجع به یک دینی صحبت بکنید، اصلا فردا دین جدیدی آوردید، میخواهید راجع به دین جدید صحبت بکنید، شما عقیده دارید که این دین هایی که تا حالا آمدن همش باطل هستند، شما عقیده دارید که همه این دین ها برحق هستند، شما عقیده دارید که یکی از این دین ها برحق است، شما عقیده دارید که اصلا خدایی وجود ندارد، شما عقیده دارید که تمام فسادی که در دنیا به وجود می آید به مناسبت باور غیر علمی و غیر حقانی است که مردم به یک موجود موهومی به نام خدا دارند. اینا همه عقایدی است که هست. شما باید دارای آزادی بیان باشید، دیگری هم که خدا پرست است باید دارای آزادی بیان باشد، و ما در اثر آزادی بیان و تعلیم و تعلم می آموزیم که هیچ کس وکیل خدا نیست، اگر خدایی باشد، از دیدگاه ناباور عرض می کنم، که شما به یک ناباور به خدا چطور می خواهید که بگویید خدا حکم کرده است و من وکیل او هستم؟ او موکل شما رو هم قبول ندارد، چه برسد شما رو که وکیل اون موکل ناشناس و موهوم هستید از دیدگاه کسی که به وجود خدا قائل نیست. حق بیان این نیست که فقط بیان من آزاد باشد و من اجازه روشنگری داشته باشم و من انحصاراً چراغ قوه دستم باشد و بقیه نباشد. حق بیان مهمترین پایه ایجاد رابطه اجتماعی و تعیین قانون و حق و مسئولیت و ضرابه اخلاقی در جامعه بشریت است، و اگر بیان وجود نمی داشت، قرآنی هم وجود نمی داشت، انسانی هم وجود نمی داشت، حق حیاتی هم وجود نمی داشت. این اهمیت حق بیان است. حق بیان به صورت آزادی بیان متجلی می شود، متبلور می شود. آزادی بیان از دو واژه تشکیل شده، یکی آزادی که باز به حق برمی گردد و یکی بیان. بیان هم تعلیم است، هم تعلم است، هم شنیدن است، هم گفتن است، هم فکر کردن است، هم عقیده داشتن است و هم معارفه کردن، رد و بدل کردن اندیشه ها و افکار است، و وسیله معارفه میتواند نوشتن باشد، خواندن باشد، گفتن باشد، پیام دادن باشد، تعلیم و تعلم باشد، گفتن و همینطور تشکیل انجمنها باشد، تشکیل احزاب باشد. اینها همه بخشی از معارفه است که در قرآن میگوید که افراد با استنباطهای مختلف آفریده شدند که بتوانند معارفه کنند و در معارفه عقاید خودشون رو با هم در میان بگذارند و از طریق تعارف به تعدیل عقاید برسند. آزادی بیان بر مبنای آنچه گفته شد دارای محدودیت هایی هم هست. به طور کلی هر زمانی که ما به عنوان یک قاعده کلی عرض میکنم، هر زمانی که ما درباره حق صحبت میکنیم، به عنوان یک قانون باید متوجه باشیم که در مقابل این حق یک مسئولیتی وجود دارد. حق در واقع نیاز قانونی انسان و در واقع امکان دیگران است. ما نیاز قانونی وقتی پیدا میکنیم به این میگوییم حق، و دیگری در مقابل امکانی که دارد که میتواند این حق ما را تأمین بکند دارای بدهی است، دارای مسئولیت است. این که یک امر واحدی به عنوان حق وجود ندارد، یعنی ما وقتی میگوییم که من
حق با آزادی بیان دارم، حق با آزادی بیان دارم، اکثر اوقات گفتگو به همینجا تمام می شود و برای همین است که هیچ وقت این حق محقق نمی شود. ما وقتی حق با آزادی داریم، یک نفر یا چند نفر، یک جامعه یا چند جامعه مسئولیت تأمین این حق رو دارند. حق مثل مطالبه است. میگم من از کسی فلان مقدار پول طلبکار هستم، یعنی من حق دارم به این مقدار پول. بلافاصله باید گفت چه کسی این پول رو به شما بدهکار است، یعنی در مقابل این حق یک مسئولیتی، یک تکلیفی، یک وظیفه‌ای وجود دارد. در گویش دری، در زبان دری، تکلیف رو به عارضه میگویند. کسی دچار عارضه‌ای میشود یا محدودیت امکانی پیدا میکند یا کسالتی پیدا میکند یا همون معارضی پیدا میکند و یک امری بر کسی عارض می شود، از واژه تکلیف استفاده می کنند. در گویش و زبان فارسی تکلیف معادل مسئولیت و وظیفه است. از به عنوان وجه تعارض از اون استفاده نمی کنند. این رو برای دوستان دری زبان خودم عرض می کنم که اگر گاه گاه واژه تکلیف به کار می ره، تکلیف در ردیف با وظیفه و مسئولیت و بدهی در این برنامه مورد استفاده قرار میگیره، نه به تعبیر گویش دری. به هر حال وقتی که ما صحبت حق میکنیم، حق یعنی مطالبه، یعنی طلب، مسئولیت یعنی بدهی، و انسان طلبکار نمی شود مگر اینکه بدهکاری داشته باشد. بدهکار هم نمی شود مگر اینکه طلبکاری داشته باشد. وقتی ما می گوییم که ما آزادی داریم نسبت به حق بیان، بلافاصله وقتی که ما محق به حقی هستیم، باید دنبال بدهکارش بگردیم، دنبال مسئول و مکلف و موظفش بگردیم که اون کجاست. ما از چه کسی حق بیان رو طلبکار هستیم؟ از آسمان؟ از در و دیوار؟ و اگر هیچ کس روی کره زمین وجود نداشت غیر از ما، یک نفر فقط وجود داشت، آیا باز هم چیزی به نام حق بیان وجود داشت؟ حتما وجود نمی داشت، مگر اینکه خدا رو مسئول تأمین حق بیان محسوب کنیم. به طور کلی حق در مقابل مسئولیت است و حقی معتبر و موجود است، نه موهوم. اشکال دنیا و این همه جنگ ها که می شود، این همه آشفتگی ها و بی‌عدالتی هایی که در دنیا انجام می شود، به خاطر این است که ما راجع به یک حق موهوم صحبت میکنیم. حقی نیست که موجودیت داشته باشد. موهومترین انواع حقی که در تاریخ بیان شده اعلامیه حقوق بشر است. وقتی مثال حق موهوم میزنیم، یعنی حقی است یا حقوقی است که در وهم بشر وجود دارد، در وهم کسانی است که سازنده و تدوین کننده این حقوق هستند. چرا؟ به خاطر اینکه همون کسانی که حقوق اساسی و مبناهای حقوقی بشر رو زیر پا لگدمال کردند و در طول تاریخ هستی بشر رو به این روز انداختند و دنیا رو به این فلاکت مبتلا کردند، همون کسانی هستند که این حقوق رو ایجاد کردند و خلق کردند و تعهد کردند که از اونها حمایت کنند و موجب تحقق اون بشوند، در حالی که خود این افراد نابود کننده اون حقوق هستند. یعنی به این ترتیب، بدون اینکه وارد مباحث سیاسی بشویم، نسبت به یک
حق موهوم سخن میگویند. چرا؟ چون بدهکار این حق وجود خارجی ندارد. یعنی وقتی ما میگوییم که انسان در حقوق بشر باید دارای حق سفر باشد، چه کسی این حق رو تأمین میکند؟ هیچ کس. این همه آواره که در دنیا از این سوی دنیا به اون سوی دنیا مثل جمادات و مثل نباتات و نهایتاً مثل حیوانات جابجا میشوند، اینها مگر مشمول همون حقوق بشر نیستند؟ مگر آزادی سفر ندارند؟ آزادی اسکان، آزادی این که هر کسی آزادی میخواهد داشته باشد، باید داشته باشد که هر جا میخواهد سکنا کند، نه در املاک شخصی افراد ولی خارج از املاک شخصی افراد. موضوع تابعیت مطرح است در اینجا، که یکی از حقوقی که برای بشر در اعلامیه حقوق بشر قائل شدند این است که انسان آزاد است که تابعیت بپذیرد، تابعیت قبول کند یا تبعه بشود برای یک کشوری. خب اگر شما حق دارید که تبعه بشوید، کشور وظیفه داره که تابعیت شما رو بپذیره. توجه میکنید؟ اگر در این مورد حالا فرصت نیست، ولی اگر به جزئیات بیشتری بپردازیم، اون وقت معین میشود که چه اندازه واقعا دور از ذهن و بیپایه و موهوم حقوقی هستند که به عنوان مطالبه هیچ نوع اعتباری در جامعه ندارند، به خاطر اینکه مطالباتی است که بدهکاران او یا وجود ندارند یا مشخص نیستند. مثلا شما میخواهید که حق تابعیت داشته باشید. بیشتر مردم دنیا امروز فکر میکنند که اون بهشتی که وعده داده شده همین آمریکاست و همه اینها قصد دارن که بیاین و در کشور آمریکا تبعه بشوند. آیا این حق اینها تأمین می شود؟ و آیا بدهکار این حق که در این مثال کشور آمریکاست بدهی خودش رو میپذیره و تأمین این حق رو میکنه، یا این حق به عنوان یک امر موهوم فقط روی صفحه کاغذ وجود داره که در واقع جلوی حق واقعی اسکان و تابعیت رو بگیره؟ حق وطن داشتن و حق انتخاب وطن و حق انتخاب مکان و حق سکنا و حق اشتغال و حق ازدواج، اینها هیچ کدام وجود نداره. شما میبینید که تا همین 170 سال پیش، 168 سال، 170 سال پیش در همین کشور آمریکا، در 13 ایالتی که به اصطلاح اولین ایالت‌هایی بودند که در فدریشن آمریکا متشکل میشن و بعد جنگ‌های داخلی به وجود میاد برای اینکه بقیه سرزمین آمریکای شمالی هم داخل بشود در اون فدریشن، به اون 13 ایالتی که در شرق آمریکا قرار دارن، وقتی که شما نگاه میکنید مثل فلوریدا، مثل آلاباما، مثل تنسی، مثل ساوت کارولینا و نورت کارولینا، به اینجاها نگاه میکنید شما میبینید 160 سال، 170 سال پیش کلیساهایی که در اون منطقه وجود داشتند، اینها در مقابل حق ازدواج، در مقابل حق ازدواج بین دو مسیحی یا از دینهای دیگه هم نبودند، اگر که اینها تفاوت رنگ پوست داشتند کلیسا اجازه نمیداد. دولت در این کار مداخله نمی کرد، ولی کلیسا دارای اختیار بود که ازدواج اونها رو به رسمیت نشناسه و رابطه دو مسیحی که دو رنگ مختلف پوست داشتند از نظر کلیسا جنایت محسوب می شد و تعداد بسیار زیادی از مردان سیاه پوست رو که مسیحی هم بودند
و با زنان سفید پوست ازدواج میکردند، اینها رو کلیسا دستور اعدام و در بعضی از موارد وقتی که اینها ادب نمیشدند و نیروی عشق به نیروی وحشت غلبه میکرد، اونها رو میسوزاندند، دستور سوزاندن اونها رو میدادند، قطع عضو اونها رو میدادند، ایجاد وحشت میکردند. غرضم این نیست که حالا به موضوعاتی جنبی مراجعه بکنم یا به اونها شما رو هدایت بکنم، ولی میخوام عرض بکنم که حق، هر وقتی که ما میگوییم حق، باید دنبال مسئول بگردیم. من محق هستم، مسئول کجاست؟ من دارای طلب هستم، بدهکار کجاست؟ همینطور من اگه بدهکار هستم باید طلبکاری هم داشته باشم و الا بدهکار هم نیستم. موضوع حق و تکلیف رو در برنامه دیگری به تفصیل بیان خواهم کرد. در مورد آزادی بیان در قرآن سوال کرده بودید که آیا آزادی بیان در اسلام وجود دارد؟ آزادی بیان پایه و اساس حق حیات است که اگر نباشد حق حیات هم وجود نخواهد داشت. در این قسمت محدودیت های بیان رو یا محدودیت های اظهار رو، بیان شامل گفتن می شود، شامل شنیدن می شود، شامل ایجاد تشکلات و تشکیلات دادن می شود که ما تشکیلاتی برقرار بکنیم، حزب برقرار بکنیم، صنف برقرار بکنیم، یک گروه فکری ایجاد بکنیم، اونها همه آزادی بیان گفته می شود. نوع دیگری از آزادی بیان در واقع اظهار و انتقال مفهوم از طریق حرکت هست که اشارات و حرکات و نمایشات می توانند که اینها بخشی از بیان باشند. سالها پیش در کشور آمریکا، برای هنوز هم هستند عده‌ای که معتقد هستند که مالیات مغایر با قانون اساسی آمریکاست، عده‌ای که به این باور بودند و اینها تصمیم می‌گیرند که با موضوع مالیات مخالفت بکنند و چون گفتن مخالفت و بیان کردن مبانی مخالفت ممنوع بود و عملا نمیگذاشتن که اینها این کارو بکنن، یک کسی در واشنگتن یک اسب سفید بزرگی رو سوار میشه، یک خانومی، و بدون لباس سوار این اسب میشه و جلوی کاخ سفید شروع به رفت آمد میکنه و اینها. او رو دستگیر میکنن و چون اون در اون زمان در آمریکا قوانین حجاب وجود داشته، او رو به جرم بی‌حجابی و در واقع تجاوز به قانون حجاب دستگیر میکنه. وکیل اون خانم که دفاع میکنه میگوید که این شخص از آزادی بیان استفاده میکرده و برنده هم میشود در دادگاه، که میگوید این زن قصد این رو نداشته است که عفت عمومی رو لکه‌دار بکند یا به قانون حجاب توهین بکند، اما این تنها وسیله‌ای بوده است که این زن میتوانسته توجه دولت رو به این بیان، به این صدا، به این ناله، به این فریاد، به این فریاد دادرسی و دادخواهی جلب کنه که قانون مالیات غیر قانونی است. برای اینکه این پیام رو به قانونگذاران و مجریان قانون در آمریکا برساند، مجبور بوده است که به این نحو توجه رو جلب بکند و جلب هم کرده است و تبرئه هم می شود. در زبان انگلیسی ما یک سپیچ داریم که همین بیان یا کلام باشد و یک freedom of association داریم که همون تعاطی افکار و در واقع حق تعارف و حق تعاطی و حق تبادل و حق تعامل عقاید و افکار و اندیشه هاست، و یکی right هست برای ایجاد association که عرض کردم، و یکی هم این که
در واقع اجازه اکسپریشن انسان داشته باشه. اکسپریشن آدم یا اظهار آدم میتواند که بر مبنای سپیچ یا بر مبنای گفتار باشد، میتواند بر مبنای کردار باشد. کردار و گفتاری که مبین و در واقع بازگو کننده یک مفهوم است، یک اظهار است، اینها هم از قانون آزادی بیان برخوردار هستند. به این ترتیب که شما یک وقتی با اظهار از شما میپرسند که هوای دریا چطور است و شما با اظهار میگویید که دریا بسیار آرام است، قابل کشتیرانی است، اظهار میکنید، این رو میگویند که شما در واقع یک اکسپرشنی کردید، یک موضوع رو اکسپرس کردید، یک موضوع رو اظهار کردید، ظاهر کردید. یک وقتی شما در داخل یک کشتی هستید که یک کمی با ساحل فاصله دارید، صدای شما رو نمیشنوند، آن سوی دریا رو هم نمیبینند، با دست از شما سوال میکنند که هوای دریا چطور است و شما در داخل کشتی که نزدیک به خشکی هستید، صدای شما نمیرسد به کسی، بنابراین شما نمیتوانید که اکسپرشن خودتون رو یا اظهار خودتون رو در واقع به من اطلاع بدهید، به من که تو خشکی هستم. نتیجتاً شما با یک رفتار یا با یک کانداکت بیان می کنید، اظهار خودتون رو در یک کانداکتی به من منتقل می کنید و دست خودتون رو به این علامت بالا میارید که بر بین مغرب زمین این علامت مثبت است، علامت مساعد است، علامت خوب است. و خب درست در مشرق زمین این علامت یک علامت منفی است، و یا اینکه انگشت دیگری رو اگر که شما در مغرب زمین به همین ترتیب بالا بیاورید، ممکن است که جنبه اهانت و توهین داشته باشد و زشت گویی باشد، عملی باشد که شما به وسیله یک کانداکت یک بیانی رو اظهار کردید، اکسپرس کردید از طریق کانداکت که اون ممنوع بوده است یا قابل پسند نبوده است، توهین بوده است، فحش بوده است، ناسزا بوده است، این طور چیزها. در حالی که در کشورهایی از دنیا هستند که در شمردن، وقتی که با انگشتاشون چیزهایی رو شماره می کنند، تأکید بر یک شماره به خصوصی رو با همون انگشتی انجام میدن که در کشورهای دیگر این کار ممکن است که توهین بسیار زننده و زشتی باشد. آزادی بیان بر مبنای اظهار است و اظهار میتواند اظهار کلامی باشد، میتواند اظهار رفتاری باشد، یک مفهومی رو در هر دو منتقل میکنند، یا expressive conduct باشد یا conductive expression باشد، که در هر دو منظور انتقال یک مفهوم از طریق اظهار است. اظهار میتواند کلامی باشد، اظهار میتواند رفتاری باشد. ولی میبینیم همونطور که مثال کلیسا رو زدم، مثالهای بسیار زیاد دیگری هم هست که جزء حقوق بشر آمده، ولی به وسیله همه نویسندگانی که حقوق بشر رو نوشتند مورد تخلف قرار گرفته. و منظور ما در اینجا این است که حالا ممکن است که ما به مسائل روز اشاره بکنیم یا بگوییم که این قوم وحشی بوده، تمدن نداشته و تازه متمدن شده، بنابراین میتواند که معذور باشد. اما وقتی که ما به یک دینی که لااقل 2000 سال سابقه داره نگاه میکنیم که تقریبا
بیشتر راهش رو رفته، یعنی 1800 سال، 1850 سال، 1820 سال از تولد یک دین میگذره، دینی که حقوق بشر رو در او گفته است که رعایت بکنن و بالاترین ضریب حقوق بشر رو به انسان داده، ما میبینیم که پیروان همین دین بعد از 1800 سال که این دین به اینها آموزش داده، باز هم هنوز ابتدایی ترین حق بشر رو که حق ازدواجه، اون هم بین دو مسیحی، رعایت نمی کنند. گفتگو درباره این که حق حیات و حق بیان در اسلام رعایت می شود یا نمی شود در مقابل جامعه ای که همین دنیای امروز رو به وجود آوردند، سوالی است که پاسخ با آن چندان مشکل نیست. قبل از اینکه بپردازم به محدودیت های آزادی بیان در قرآن، به محدودیت های آزادی بیان در قوانین آمریکا میپردازم. علت این است که قوانین آمریکا به طور کلی بر مبنای شریعت یهود، قوانین اساسی آمریکا، و یک شاید حدود 20% هم از قوانین شریعت اسلام استفاده شده در ساختمان قانون اساسی آمریکا. اما همون 20% قوانین شریعت اسلامی هم در واقع بخشی از شریعت یهود است. این است که به طور کلی اگر به قوانین اساسی آمریکا نگاه بکنیم، مبانی و ارزش‌های شریعتی یهود در او دیده می شود. و اینکه میگویند که کشور آمریکا یک کشوری است که قوانین مسیحی در آن حاکم است، مسیحیت قانونی ندارد که حاکم باشد یا نباشد، و اگر بخواهد که اخلاق مسیحی بر جامعه حاکم باشد، باید از شریعت یهود استفاده کند، چون خود دین مسیحی فاقد شریعت مستقل است و جزء سخنان حضرت عیسی است که ایشان فرمودند که برای تغییر شریعت یهود نیامدند. به طور خیلی خلاصه حالا عرض میکنم. بنابراین وقتی که ما به محدودیت‌های آزادی بیان در قوانین آمریکا مراجعه بکنیم و ذکر بکنیم، دقیقاً همون محدودیت‌هایی است که در قرآن برای آزادی بیان قائل شده، و اینها، این نوع بیان‌ها و این نوع گفتارها اساساً بیان شناخته نمی‌شوند. یک اظهاری است که شده. بین اظهار و بیان در قرآن تفاوت است و برخی از اظهارات بیان تلقی می‌شوند، دارای پوشش حمایتی هستند، و بعضی از اظهارات دارای اون پوشش نیستند و نمی‌توانند که از آزادی مربوط به بیان، آزادی که زیر عنوان بیان داده شده، به عنوان یک حق برخوردار باشند. هر اظهاری بیان نیست و هر بیانی لزوماً اظهار نیست. این است که قانون یک مقداری محدودیت قائل شده در شناخت بیان. و اینکه میگویند حق بیان محدود است، شناخت بیان محدود است. اگر چیزی به عنوان بیان مهر خورد و احراز هویت شد که این اظهار یا این رفتار بیانی است، بیان ممنوعیت ندارد. اما اظهارات و رفتارهایی که مدعی بیان بودن دارند، اونها رو قانون محدود میکنه. مثلا یک کسی فحش و ناسزا میده و میگوید که من برخوردار هستم از آزادی بیان. میگویند این چیزی که تو میگویی بیان نیست، این یک اظهار است و شرایطی لازم است که اظهار انسان تبدیل به بیان بشود. این رو در قوانین آمریکا یا در قوانین انگلیس یا بسیاری کشورهای دیگه، حتی کشورهایی که قوانین عرفی ندارند، قوانین ماده قانون دارند، به صورت کد دارند، حتی اونها هم مشمول همین قانون هستند که این اشتباه رو میکنند یا این روش رو در واقع انتخاب کردن، حالا اگه اشتباه هم نکنن، که
همه چیز رو بیان می دانند، همه اظهارات رو بیان تلقی می کنند و بعد اظهار می کنند که بعضی از این بیانات آزاده، بعضی هاش آزاد نیست. در صورتی که من فکر می کنم راه صحیح این است که ما اول دفعه بین اظهار و بین بیان تفاوت قائل بشیم و شرایطی قائل بشیم که اظهار بتواند که بیان تلقی بشود یا نشود. اما اگر چیزی بیان شد دیگه محدودیتی نخواهد داشت، بلکه اظهار است که باید محدودیت داشته باشد که کدام اظهار میتواند که زیر عنوان بیان باشد و کدام اظهار خارج از این قاعده و مستثناست. بحث آزادی بیان در اسلام و در قرآن در اینجا نیمه تمام باقی میماند و شاید بتوان اینطور تفکیک کرد این برنامه رو که به عنوان آزادی بیان قسمت اول و شاید در برنامه دیگر ادامه این گفتگو رو دنبال کنیم به عنوان بخش دوم از آزادی بیان در قرآن و از اونجا ادامه بدهیم. از تحمل شما در شنیدن این مطالب فوق‌العاده سپاسگزار هستم و توفیق همه شما را از خدای بزرگ مسئلت دارم. در نشستی دیگر به ادامه این گفتگو در ارتباط با حق بیان در قرآن می‌پردازیم. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باشد. خدا حافظ.